یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، توی دنیای قشنگ، نزدیک کویر لوت، پایین کوههای بلند، شهر بزرگی بود. مردم شهر مهربون بودند، همه با هم دوست بودند، همه شب به دور هم جمع می شدند تا قصه گوی شهر براشون قصه بگه. قصه گوی این شهر قشنگ منم. یادتونه براتون قصه می گفتم همه شب؟ قصه شاهان بزرگ، قصه شاهان ذلیل، قصه مردان بزرگ، قصه مردان حقیر، قصه بچه های خوب و مهربون، قصه بچه های زیتون و قشنگ، قصه امشب من، قصه زندگیه. یادیست از بابا که خیلی زود در ایام بچگیمون از دستش دادیم و تشکریست از مامان که با تمام مشکلات و سختی ها پشتوانه زندگی ما بوده و ما را همیشه همراهی کرده و هرگز تنهامون نذاشته. همچنین یاد تمام عزیزانیست که طی این سالها از دست دادیم. هر کدوم ما در گوشه ای از این جهان بزرگ زندگی میکنیم و سالهاست که از هم بیخبریم. بچه هامون همدیگر را نمیشناسن و هرچی زمان پیش میره بر میزان این ناشنایی ها افزوده میشه. قصه امشب من میتونه یادآوری برای فرزندانمون باشه و تا حدودی هم ما رو از حال همدیگه باخبر کنه. ما سه تا خواهر بودیم. شهرزاد، زهره، ناهید. اینم مامان و بابا. مامان هشتمین و آخرین اولاد خانم جون و آقا جونه. قصه‌مو با مامان شروع میکنم. خانم جون و آقا جون در سنین نوجوانی با هم ازدواج کردند و ثمره این ازدواج 5 دختر و 3 پسر بودن. اولین فرزند خانم جون و آقا جون دایی مهدیه. دایی مهدی در نوازندگی ویولون استاد بود و کارشو با تدریس ویولون شروع کرد. بعد هم در مجلس شورای ملی مشغول به کار شد. دومی فرزند خانم جون و آقا جون دایی هادیه. دایی هادی از استادان موسیقی ایران، نوازنده کلارینت در ارکستر سمفونیک تهران بود. به موسیقی اصیل ایرانی و موزیک کلاسیک آشنایی کامل داشت. تدریس تار می کرد. نوای زیبای تارش هرگز فراموش نمی شه. دایی جواد فرزند چهارم خانم جون و آقا جون از استادان موسیقی کلاسیک و نوازنده تیمپانی در ارکستر سمفونیک تهران بود. حالا نوبت بابا و خانواده انشاییه. آقا بزرگ و مادر بزرگ زهرا 5 تا پسر داشتند و 1 دختر. بین پسرها بابا آخریه و آخرین فرزندشون هم عمه افسره. مادر بزرگ زهرا خیلی زود فوت میکنه و بچه ها در کنار آقا بزرگ پدرشون و مادر بزرگ مادریشون رقیه خانوم و خاله هاشون خاله محترم و خاله جون سرور بزرگ میشن. عکسی که میبینین خانم نشسته مادر بزرگ رقیه خانوم و آقای وسط عمو مصطفی است و خاله محترم طرف راست، خاله سرورم طرف چپ عمو مصطفی است و دوتا بچه هم پرویز و پروین بچه های عمو ممدلی هستن. اولین فرزند آقا بزرگ و مادر بزرگ زهرا عمو محمد علی معروف به عمو ممدلی خان هست. افسر ارتش بوده. چهارمین فرزند مادر بزرگ زهرا و آقا بزرگ عمو مرتضی. عمو مرتضی سرهنگ نیروی هوایی بود و با همسرش خانم معصومه امیر مختاری صاحب 4 دختر شد. پنجمین اولاد مادر بزرگ زهرا و آقا بزرگ باباست که بعداً در موردش صحبت خواهم کرد. ششمین و آخرین فرزند این خانواده عمه است. عمه افسر. عمه آموزگار بوده و سالهاست که بازنشسته شده. بزرگ فامیل انشاییه.
خب از یکایک افراد هر دو فامیل یاد کردیم، اما هنوز قصه ادامه داره. اگه یادتون باشه گفتم که دایی مهدی کلاس تدریس ویولون داشت. یکی از شاگردان دایی مهدی عمو مرتضی بود. روزی از روزا مامان و بابا بر حسب اتفاق همدیگر رو توی این محل میبینن و با هم آشنا میشن. عاقبت این آشنایی و عشق به ازدواج ختم میشه. بابا خلبان نیروی هوایی بود و مامان محصل سال آخر دبیرستان. هنوز قصه ادامه داره.